مخاطبی نظر رسانه پشت ما جرای فیلم استاندار سامه یادتونه یعنی تیم زنگ میگه گیب گیب منم داشتونی رو های گلزار جابجا. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین، خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو می‌بینید و می‌شنوید، حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و از همه مهمتر سالم و سرحال باشید. این اسپانسر محترم برنامه رو حمایت بفرمایید. گلنار رو سعی کنید وقتی درجه حرارتتون میره بالا از این گلنارها استفاده کنید، خصوصا مدیران گیلان که نذارید چون هم دیگه که ماشاءالله هر روز داره فیلماتون در میاد. و موضوع این قسمت برنامه پشت پرده همونجوری که در تیتر برنامه هم دیدید در خصوص این زوج هستش، ملیکا تمامی و ماجرای حامل شدنش از علی یاسینی که حسابی تو طول این چند سال گذشته جنجال بپا کرده. تو این چند روز گذشته هم این ملیکا تمامی با استوریایی که گذاشته، علی یاسینی با تهدیدایی که خودش و باباش انجام دادن، حسابی تو فضای مجازی حاشیه ایجاد کردن. چقدر برای من دایرکت و کامنت اومده بود که آقا راجع به این ملیکا تمامی و علی یاسینی صحبت بکن، که البته ما در طول یکی دو سال گذشته در خصوص این افراد مستند زیاد ساختیم. حالا میتونیم نمونه‌اش رو شما نشون بدم که این مستند تقریبا مال یک سال پیشه که نزدیک به 250 هزار نفر این مستند رو دیده بودن و راجع به علی یاسینی صحبتای کرده بودیم و ملیکا تمامی که حالا میتونید مستندش حالا بعداً به صورت کامل ببینید. اما تو این قسمت هم میخوایم سری توضیحات به شما بدیم. علی یاسینی که متولد 14 آذر 1376 و ماجرای دوستیش با ملیکا تمامی که متولد 1375 ششم دیما، ماجرای دوستیشون هم از این قرار بود، حالا با توجه به حاشیه هم که این چند روز رخ داده میخوام یکم بیام این ورتر که قشنگ تنظیم بشم روی تصویر. واجه از این قرار بوده که سال 1395 ملیکا تمامی اون موقع مثلا 100K فالوور داشت، علی یاسینی 2K، یه دونه آهنگ میخونه به اسم تلخ و ملیکا تمامی یه دل نه صد دل عاشق این علی یاسینی میشه و میره دایرکت بهش میده و با هم دیگه آشنا میشن و 3.5 سال با هم میرن تو رابطه. حاصل این 3.5 سال رابطه هم چی بوده؟ حامل شدن ملیکا تمامی از علی یاسینی. و دیدید دیگه بعضی از این دختران وقتی میرن تو رابطه با یه پسر میرن سریع حامله میشن از طرف که بتونن طرف رو مثلا برای خودشون بکنن و از این صحبت ها. و از اون طرف هم به علی یاسینی میگفته که آره من بچه رو انداختم، در صورتی که بچه رو ننداخته بود، فرار کرده بود رفته بود ترکیه که بتونه بچه رو به دنیا بیاره. تو همون هلوهشی که رفته بود ترکیه و بچهش رو به دنیا آورده بود، ما یه مستند ساختیم و بچه دیگه به دنیا آمده بود، خیلی حاشیه ایجاد کرده بود. خود ملیکا تمامی هم بدش نمیاد، به حال دیگه شاخ مجازیه دیگه، یعنی چیز دیگه ما نمیتونیم استفاده بکنیم واژه دیگه یا براش. به عنوان شاخ مجازی اومده بود استوری گذاشته بود و گفته بود که آره نمیدونم بابای بچه نمیاد بچه رو گردن بگیر و اینا، که البته بچه گردن نگرفتن یه آپشن خفن بین خواننده ها هستش، از ساسی بگیر که حالا جدیدن هم زن دوم گرفته و از این هم بچه دار شده، زن قبلیش هم اون برسومه رو که گلن گردن نمیگیره، تا مهراد جم و حالا عملی یاسینی و تو فوتبالیست هم ما امثال سردار آزمون و خیلی دیگر رو داشتیم که بچه دار شدن و کلن هیچ کدوم بچه هاشون رو گردن نمیگیرن. یا فکر کنم آپشن خفنه بین این آدم هایی که سلبریتی و سلبریتی میشن. اما وقتی که ما اومدیم این مستند رو ساختیم و صحبت کردیم، ملیکا تمامی یه روز این گوشی و مبارک گرفت توی دستش و اومد گفتش که تویی که برای این اون حاشیه درست میکنی و چنین و چنان، چرا دروغ میبافی؟ و خلاصه تا تونست اومد حرفایی که ما زدیم که ایشون بچهش مال علی یاسینی بوده رو ماسمالی کرد، یعنی دیگه کم مونده بود اونجا به من فوش خوار مادر بده. اینا استوریاش هم ببینید که اون موقع که من راجبش مستند ساختم ببینید راجب من چی میگه. یه سری آدمایی که دارن با آبروی بقیه بازی میکنن، داداش بهتره بگم تو از امثال من و نیلوفر بهبود. اول این نکته بگم چقدر این جمله برای من پرتکراره، هم میگم با آبروی ما بازی میکنه، آبروی ما بازی میکنه. بابا آبروی شما مگه توپ فوتباله که آدم بخواد بره باش بازی بکنه؟ آبروی هر کسی دست خودشه.
و اینقدر نه دیگه آبروی مؤمن و خداوند نمیدونم ستار ایوب و از این صحبت. از صدر اسلام شما میگفتید که حضرت علی یه دونه زنه رو در حین گناه دید، صبح نیومد اونو بازخواست بکنه، یه زنه رو در حین زنا کردن دید نرفت اونو بازخواست بکنه. اگر حضرت علی این داستان رو برای مردم تعریف نکرده که بعد از این همه قرن به گوش من و شما رسیده، حتما اون زنه رفته گفته من زنا کردم، حضرت علی دیده. از همون موقع هم این چیزا بوده. انقدر نگید آبروی مؤمن، آبروی مؤمن. خب بعد میاد میگه چی؟ میگه که ای بابا بقیه‌اشو گوش بدید، قیافه رو نکنید، اصلا عکس و با چیز لامصب فتوشاپ و اینا چه میکنه؟ عکس فتوشاپ، حتی لباساشون هم اینجا میبینید، ست مال موقعی که با هم دیگه ارد زدن و اینا. خب حالا بریم امثال من و نیلوفر بهبودی و نگین عابدزاده داری پول در میاری، یعنی ما نباشیم از گشنگی میمیری عزیزم. این اولا میگه که شما با امثال ما داری، قبلا هم جوابیه داده بودم راجع به این ویدیوش، ولی خب میخوام یه بار دیگه کامل بزنم ببینید دیگه. همچی میگه اینگاه مثلا اینا پروفسور سمی، آت پروفسور سمی هم که الان گندش بالا اومده، یه از این حکومتی و اینا رو آورده بوده تو آلمان، مثل این که عمل کرده، خودش تکذیب کرده، اون کلینیکش تکذیب کرده. حالا منظورم اینه که همچی میگه ما منانی لوفر بدی و ایکس و یوزد، انگار یه سری دانشمندای هسته‌ای و اتمی و آدمای مختلف و خفنن که ما راجع به اینا داریم اکتشافات علمیشون رو به مردم میگیم پول در میارن. بابا چهار تا گوزو شاخ مجازی دیگه، چیزی بیشتر از اینیت مگه؟ همچی میگه امثال ما، امثال ما. من اینجا ایرانه، یعنی اینجا اگر ایران. از قانون چیزی نمیدونین یه گوگل کنین. قانون به ما توضیح بده شما به من حقوقدان. خب همه چی واسهتون میاد. با. یه ایران اگر برگه محرمیت نداشته باشی به بچت شناسنامه نمیدن. برگه محرمیت باید داشته باشی که بچه به شناسنامه بدن. یعنی علیاسینی و ملیکا تمامی محرم هم دیگه بودن که شناسنامه گرفت. خب خب و کلی هم داستان واسه هم مادر بچه هم پدر بچه ایجاد میکنه. بعدش هم توی که نمیدونی پدر بچه من کیه بیجا میکنی اصلا حرف میزنی و میگه تو نمیدونی پدر بچه من کیه. ما تو ویدیو گفتیم که علی یاسینی باباش بوده، بعد میگه تو بیجا میکنی. خب خواهی از خودت نظر بدی، پدر بچه من انقدر با شخصیت، انقدر با محبت، انقدر لایق عشقه که اصلا تو در حد و اندازش نیستی بخوای حرف بزنی. حالا برو نظر بده فلانی اینه اونه، به تو چه؟ اصلا به تو چه که کیه؟ ادعای مریم مقدس بودن نکردم هیچ وقت، هر کاری هم کردم نوش جونم. یه جاش گفت به تو چه. خب حالا جلوتر به تو چش میرسیم. خب الان هم بچم رو میپرستم هم بابای بچم رو، به کسی هم هیچ ربطی نداره. بپرست یه بار گفتم اینجا مجازیه، یارو به خاطر اینکه پول نون خوردن نداره از من و امثال من میگه که نون شبشو در بیاره بخوره. حالا اگه شما اینقدر بیمغزین که حرفای یه آدم بیکار رو میخواییم باور کنین، خب باور کنین. من حرفمو زدم. یه سری میگه که یه حرفای یه آدم بیمغز رو شما که اومده این صحبت رو کرده، اگه میخواید باور کنید باور کنید. یعنی آدم دروغ میگه و بابای بچه علی یاسینی نیست، منم یک کسی بوده که عقد کردم. خلاصه مضمون صحبتاش این بوده که آقا زر نزن، به تو چه ربطی داره؟ اصلا به تو ربطی نداشته. در صورتی که همین خانم ملیکا تمامی کسی بود که تلفن منو سوزونده بود و التماس کرده بود که من این وایسش رو پخش بکنم که به همه اثبات بکنم که ایشون همسر نمیدونم دوست دختر علی یاسین اینا بوده. قبلا هم این مکالمه تلفنیش رو پخش کردن. حالا یه بار دیگه براتون کامل پخش میکنم، اگه به من ربط نداشته پس چرا با من مصاحبه کردی؟ پس چرا به من گفتی که اینا رو پخش بکن؟ تازه من اون موقع لطف کرده بودم به تو اینا رو برات پخش نکرده بودم. ببینیم چی گفته بوده، بعد به سند و مدرک های جدیدترش هم میرسه. یه بار اومد که بچه رو بندازی دیگه. آره. بعد تو میخواستی تو ترکیه بچه رو به دنیا بیاری، چون تو ترکیه قانونی که بعد پدر پسر باشه، نتونستی. نه به خاطر این اونجا به دنیا نیبردم که دوستش هی به من زنگ میزد که آره این داره به فنا میره، این داره میمیره، نمیدونم داره فلان. آره پاشو بیا ایران و فلان و اینا. خب اون موقع چند ماه بود بچه‌ت؟ یه بار که قبلش من اومدم ایران برگشتم. خب و ولی اون موقع که دیگه کلن اومدم 4 ماه و نیم 5 ماه حامله بودم. بعد الان بچه شناسنامه داره؟ نه. چرا بهش نمیدن؟ نمیاد بگیره. علی نه، علی از اول گفت من نمیخوام. از اول میگفت نمیخوام؟ بله. خب تو کرم داشتی بچه رو نگه داشتی؟ خب من خیلی دوستش داشتم، بعدش هم همون موقع هم فکر نکن مثلا
ول کرد فلان و اینا. خب چول کن سفت کن بود، یه روز پیه میداد یه روز بلاک میکرد. الان وضعیت چجوریه با هم رابطتون؟ اصلا خوب نیستیم، همه جا بلاک هم کرد. نه همه جا فن پیجش هم گذاشتن 75 اونا چاله آذره 75. خب 3 سال و نیم باهات بود، 28 آبان هم بچت، اسم دختر بچت. بعد باباش مامانش اصلا زنگ نزدن بهت؟ نه اصلا هیچ ارتباطی. جفتشون هم میدونن، یعنی آره جفتشون هم با هم حرف زدن، یعنی فهمیدن. بعد دیگه هیچ خبری ازشون نشد، هیچی. زنگ زدن اصلا بهت؟ نه تنها چیزی که ازشون رسید به من، به دوست علی گفته بودن که بهش بگو بچه رو بده یه خانواده دیگه، اگه مثلا سگه واگذار کنم. از کجا باش آشنا شدی؟ اینستا. من اول بهش دایرکت داده بودم اصلا. ای بابا. اون موقع 2K بود، اون 2K بود، من 100K بودم. نه بابا بسوز پدر اینستاگرام دیگه. اینستاگرام 3 سال پیش دیگه، 4 سال پیش تقریبا دیگه. آره آره 4 سال پیش میشه چند؟ الان 99ایم، 95. اون موقع فقط آهنگ تلخ، مثلا آهنگ تلخ شده بود بیرون دیگه اون تایم. ولی میگم چند روز پیش که دعوامون شد، گفت به من قبل پشتم گرم هست که تو نمیتونی شناسنامه بگیری تا 10 سال دیگه هم. بعد من حالا گیر تمی کارای پیجم هم، یعنی همین دادگاه پلیس امنیت هم اوکیشه، اگه ببینم واقعا بخواد اذیت کنه به اسم خودم میگیرم فقط برم. خب بیای بیای خارج از ایران دیگه. آره اوکی. فقط منتظرم کارهای این برام اوکی شه، ببینم داره اذیت میکنه میدم. بله این همین خانم منیکا تمامی بود که اینجوری با آب و تاب میگه به تو چه، به تو چه ربطی، به من چه ربطی داره، به شما افتاد با من مصاحبه کرد. بعد اگه من رپتور به من میگی دروغ، پس چرا داره میگی که این علی گفته که بچه رو بده به یه خانواده دیگه و خودت هم تو حرفت گفته اینگاه مثلا سگه، مثلا من به یکی دیگه واگذاشت بگم. آیا اسلام بکنم که علی یاسینه من گفتم 14/76 14/75 که تو مصاحبه تلفنیش هم من تولدش رو گفته بود. حالا ما همه اینا رو گفتیم، بعد از اینکه ایشون استوری گذاشته بود، علی یاسینی هم طرفداراش استوری گذاشته بودن، هر دو گروه به ما فوش میدادن. طرفدارای علی یاسینی میگفتن دروغ و چرت و پرت میگی، نه اصلا با ملیکا تمامی نموده، ملیکا تمامی با یکی دیگه بوده، یکی دیگه حاملش کرده، الکی چرا دارید علیو خراب میکنید. طرفدارای ملیکا تمامی اومدن به من فوش میدادن که آقا چرا دارید دروغ میگی، ملیکا تمامی با یکی دیگه بوده. خلاص هر دو سمت به من فوش میدادن، درست مثل تمام سوژه‌هایی که ما در طول این چند سال گذشته در برنامه پشت پرده افشا کردیم واقعیتشون رو. و چون واقعیت تلخه و یه واقعیت تلخ دوست ندارن، همیشه با واکنش عجیب و غریب روبرو بودیم دیگه. از ماجرای ازدواج گلزار و بهرام رادان بگیر تا ماجرا، حتی مثلا زن صیغه‌ای که شهردار تهران داشت که بعد زد کشتش، که من 5 سال پیش راجعش اولین بار افشاگری کردم. خلاصه ما هر افشاگری که می‌کنیم 6 ماه فوش می‌خوریم، 6 ماه بعدش که ثابت میشه مردم یادشون میره که 6 ماه پیش فوش دادم، میان قربون صدقه ما میرن که آقا چقدر تو خفنی، همه چیزو داری میگی، دوباره یه سوژه جدید میایم مطرح می‌کنیم، 6 ماه فوش می‌خوریم تا 6 ماه بعدش به واقعیت بپیونده. حالا تمام این اتفاقات که تموم شد، خانم ملیکا تمامی اومد یه استوری گذاشت، شناسنامه دختر خودش رو ازش رونمایی کرد، نفس و سادات یاسینی که متولد 8 آبان 1398 اگه اشتباه نکنم. بله سید علی اسم پدرش بوده، اما علی یاسینی که سید هم هست، فامیلش هم یاسینیه. و ملیکا و سعادت احتمالاً تهامی، اینم شده نفس و سعادت تهامی، دو تا سید افتادن به جون هم دیگه. و خلاصه داستان از این قرار بوده که اینجا دیگه قشنگ اثبات میکنه که شناسنامه بچه به اسم علی یاسینی، یه نامه هم اومده بیرون با اثر انگشت و امضای علی یاسینی که گفته که این جانب علی یاسینی فرزند مرتضی یاسینی به کد ملی فلان که مرتکب تعرض به سید نمیدونم کیکی شده ام که خلاف موازین شهری میباشد، متعهد میشوم که تا از تکرار تخلف تحت هر شرایطی خودداری کرده و تمام مسئولیت های نمیدونم به چی چی آمده با بنده میباشد.
در غیر این صورت ایشان میتواند برابر مقررات با بنده برخورد نماید. علی یاسینی امضا و انگشت زده، احتمالاً حالا رو مالونده یا ترتیبش داده یا کار دیگه ای که کرده. این علی یاسینیه، ماجراشون از این قرار هستش. این سند و مدرک ها رو بهتون نشون دادم که بدونید افشاگریایی که ما چند سال پیش از این افراد میکردیم، بعد چند سال خودش اومدن استوری گذاشتن و این قضیه رو گردن گرفتن. فقط میخواستن اون موقع چهار تا فوش به ما بدن تو استوریاشون، فقط یه چهار تا فوش برا ما بخرن که بتونن قضیه رو ماسمالی بکنن. بعدش هم من میگفت به ما به تو چه، بعد من دادم اصلا نمیفهم فاز این افراد رو، کنتور براشون نمیندازه دیگه، همچین دروغ و راحت قرقره میکنن که کرکوپه رو پشم هر کسی میریزه. این بابای علی یاسینی هم چپ و راست رفته این ور اون ور هی صحبت کرده، گفته که آره نمیدونم این فرزند من تو آلمان خفتش کردم و زدمش و گفت بشین سر جات برو به دختر بازیات برس، اینقدر پیش این و اون چستی نیا، الان هم آبرو تو بردم، شما امثال شما ناخونتون نمیتونه به من بخوره، اینقدر نیا این ور اون ور بگو نمیدونم 50,000 تا 100,000 تا 200,000 تا 500,000 دلار چقدر دادن به این اون پول که همین بشین سر جا تو همون ایران، یک صدم اون پول رو خرج نکنم یه بلای سرت بدم. ای بابا نزار درم، تهدید نکنی، تهدید باد هواست، دمتون گرم، برو بچه تو جمع کن، گرفته یکی دیگر رو حامله کرده گردنم نمیگیره، باباشم معلوم نیست با کدوم نهاد و ارگان بسته، ماشاءالله همه اینا هم با 10 تا ارگان و نهاد امنیتی میرن میبندن دیگه، خب که هر کثافتکاری که دلشون بخواد میکنن. بله دیگه، وقتی اون فیلم مدیر کل ارشاد گیلان و فلانی و کونکونک بازی و فلانیشون در میاد دیگه، شما چه انتظاری از این آدمای خورده پا 4 تا شاخ مجازی خواننده و پشمک خیاری این چیزا دارید تو مملکت؟ در صورت مرسی که تا این لحظه با ما بودید و حتما برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید این ویدیو رو که چهره واقعی این افراد رو ببینن و متوجه بشن که این افراد چه هویت و شخصیتی دارن. دمتون گرم و ممنون از شما.